سرانجام وحشتناک و مرگ فجیع ابن زیاد توسط ابراهیم مالک اشتر. بعد از جنگ دو سپاه عراق به فرماندهی ابراهیم مالک اشتر و شام به فرماندهی ابن زیاد با یکدیگر که منجر به شکست ابن زیاد و فرار او شد، ابراهیم مالک اشتر به تعقیب ابن زیاد رفته در گذرگاهی به کاروان او رسید. ابراهیم به تنهایی و با صورت پوشیده پیش آمده و با صدای بلند گفت: مرا به امیر حاجت و نیازی است و من پناهنده امیر هستم. ابن زیاد با شنیدن این پیام سرش را از محمل بیرون آورده تا ببیند این غریبه کیست، که ناگهان ابراهیم او را غافلگیر کرده و از شتر به زمین می افکند و فریاد می زند: یا لسارات الحسین! سپاهیان ابن زیاد بلافاصله او را محاصره کردند و در همین حین سپاهیان ابراهیم که در کمین و آماده بودند وارد جنگ شده و جنگی خونین در گرفت. نبرد تا صبح ادامه داشت. در نهایت ابن زیاد با دستان بسته و در محاصره 200 سوار بود. پس از طی مسافتی ابراهیم در حالی که دستان و پاهای ابن زیاد را محکم بسته بود دستور داد آتشی بپا کنند. عبیدالله ابن زیاد پیوسته به ابراهیم التماس می کرد و از او طلب بخشش می نمود. اما ابراهیم آرام آرام گوشت ران و بدن ابن زیاد را قطعه قطعه می برید و روی آتش می پخت و با هر جراحتی که به ابن زیاد وارد می کرد فریاد یا لسارات الحسین سر می داد و این ادامه داشت تا اینکه در نهایت سر او را بریده و باقی مانده بدنش را در آتش سوزاند. سپس سر ابن زیاد را نزد مختار به کوفه فرستاد. در سریال مختارنامه این بخش از تاریخ به تصویر کشیده نشد و این سرانجام دردناک عبیدالله ابن زیاد مهمترین عامل خونریزی واقعی کربلا بود.